سرخط خبرها. دستگیری صدها معترض فرانسوی، برقراری فضای شدید امنیتی در پاریس. معترضان میگویند تا مکرون کنار نرود به تظاهرات پایان نمیدهند. انتظارات ما از آمریکا روشن است. از کسی که به دیوارها تعظیم میکند انتظار نداریم که به پلها احترام بگذارد. اختلافات و مشکلات بیابند. انتقاد شدید رئیس جمهوری ایران از آمریکا. حسن روحانی میگوید خروج آمریکا از برجام مصداق تروریسم اقتصادی است. پیشرفت در مذاکرات صلح با طالبان. منبعی نزدیک به طالبان میگوید برای تبادل زندانیان توافق شده. میگن 20 دقیقه راه، بعد که میری داخل راه میبینی 16 ساعت رو پیاده میارن. و فرار از وطن در جستجوی آزادی. گزارش بی بی سی از شرایط پناهجویان ایرانی در صربستان. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. در چهارمین هفته از اعتراض‌های خیابانی جنبش جلیق زردها، صدها خودروی زرهی به خیابان‌های پاریس آمدند. پلیس برای مهار اعتراض‌ها باز هم از گاز اشکاور استفاده کرده. بیش از 250 نفر بازداشت شدند، اما معترضان می‌گویند در خیابان‌ها خواهند ماند. شبنم شبانی گزارش می‌دهد. درگیری، تنش، دود و گاز اشکاور در شانزلیزه. این چهره مشهورترین خیابان فرانسه است. آن هم در آخرین روزهای سال که به سنت همیشگی باید غرق آرایش و نور جشنهای کریسمس باشد. این چهارمین هفته از اعتراضهای خیابانی در فرانسه است و پاریس پایتخت هنوز صحنه شدیدترین آنها. خودروهای زرهی در قلب پاریس صف کشیدند. هزاران مأمور پلیس برای مهار اعتراضها اعزام شدند. معترضان را اما ابایی از رویارویی با پلیس نیست. مثل این معترضان جلیق زرد که رویارو با مأموران گارد ویژه زانو زده اما کوتاه نمی آیند. تظاهرات را جلیق زردها در اعتراض به افزایش قیمت سوخت شروع کردند، اما منحصر به خودشان نماند. فرانسوی‌های دیگر با انواع اعتراض‌ها به آنها پیوستند. از همین رو حالا هم که دولت درباره مالیات سوخت کوتاه آمده، اعتراض‌ها پایان نگرفته. این مجمع حالا دیگر جنبش جلیق زرد ها نام گرفته. دیگه صبرمون تموم شده، همه جوره زیر فشاریم. تمام اعتراض‌ها برای اینکه بتونیم با این درآمدها زندگیمون رو ادامه بدیم. من بازنشستم، اما حتی برای پرداخت قبضا هم مشکل دارم. دولت نباید گوشش روی اعتراضا ببنده. تصمیمایی که گرفته شده دیگه فایده نداره و این همه خشم در کشور نتیجه همین دیر تصمیم گرفتنه. در الیزه، امانوئل ماکرون جوان با بزرگترین چالش دوران ریاست جمهوری خود روبروست. چشم خیلی ها به اینجا دوخته شده تا قدم بعدی او را برای حصول تفاهم با معترضان ببینند. تفاهمی که حاصل نشدنش احتمالاً پاریس را همینطور در آشوب و تلاطم نگه خواهد داشت. شبنم شعبانی، بی بی سی. و همچنان این اعتراض‌ها ادامه داره. همونطور که در گزارش شبنم هم اشاره شد، در خیابان شانزلیزه پلیس با توسل به گاز اشکاور سعی کرده مردم را متفرق کنه. معترضانی که چهار هفته است در خیابان‌ها به اعتراضات ضد دولتی دست دادن، این چهارمین تعطیلات آخر هفته است که اونها به خیابان میان، بعد از اینکه شب گذشته نزدیک به 90,000 نیروی امنیتی در خیابان‌ها مستقر شدند. الان این تظاهرات همچنان ادامه داره. حدود 8,000 نیروی پلیس، 12 خودروی زرهی فقط امروز اینجا به خیابان‌های پاریس آمدند. برای صحبت بیشتر در این باره، ایرج ادیب‌زاده روزنامه‌نگار از پاریس با ما هستند. آقای ادیب‌زاده، به نظر میاد که اعتراض‌ها ابعاد تازه‌ای داره به خودش می‌گیره. درسته، از در ابتدا مسئله مالیات گازوئیل و بنزین بود، ولی الان خیلی چیزهای دیگه خواسته این مردم
به خاطر اینکه جلیقه زردها که اوائل به خاطر مسئله بالا رفتن مالیات سوخت از اول ماه ژانویه اعتراض کردن، با این جلیقه ها راه افتادن، راه بندون ایجاد کردن تمام، ولی الان کسان دیگه هم اومدن که اونا خواسته های زیادی دارن. به هر حال این مسئله فقط به رئیس جمهوری مکرون ختم نمیشه، قبلا هم این اعتراضات بوده، اما الان یک این جنبشی که شروع شده آدم های بسیاری را آورده توش و واقعا مسئله فقط بنزین و گاز و این چیزا نیست. عقب نشینی کرد دولت آقای مکرون و به هر حال نخست وزیرش، برای گفتن برای 6 ماه این مالیات بسته نمیشه، حتی گفتن که دیگه مثل هر سال که در آغاز سال گاز و برق گرون میشه امسال نمیشه تمام اینا، ولی اینها کافی نبوده برای این جنبش اعتراضی مردم که حالا همونطور که گفتم فقط جلیقه زردها نیستن، خیلی از مردم هم اومدن، خیلی هم توی خونه هاشون نشستن ببینن شنبه چه اتفاقی میفته. این شنبه اتفاقی که افتاده، الان تا ظهر امروز نزدیک 700 نفر دستگیر شدن، بیشتر اینا کسانی هستن که در پستای کنترل اون ساک یا همراهشون رو، اون چیزای همراهشون رو کنترل میکنن. اغلب اگر واقعا چیزایی باشه که مثل کوکتل مولوتوف، از این نارنجگای آتشزا اینا باشه، خب اینا رو میگیرن و بعد اون کسایی هم که اومدن اونها رو هم دستگیر میکنن. بنابراین این مسئله خیلی مهمه که تا ظهر امروز 750 نفر دستگیر شدن. هفته گذشته، یعنی شنبه گذشته، با وجود اینکه نزدیک به 20 هزار نفر اومده بودن پاریس، بعد خیلی هم شلوغ شده بود، گاز اشک‌آور اینا، ولی بیشتر از 400 نفر دستگیر نشدن. این نشون میده که دولت این بار خیلی کنترل‌های بیشتری گذاشته، خیلی سخت میگیره و به هر حال همه هم همون شعار مکرون باید استعفا بده رو میدن. همونطوری که خودتون هم اشاره کردید آقای ادیب‌زاده، این نارضایتی ها به دولت آقای مکرون خلاصه نمیشه. ریشه این نارضایتی ها به کی برمیگرده و واقعا دولت فعلی چه کار میتونه بکنه؟ شاید اگر یه خود عقب بریم، شاید 20 سالی هست که رئیس جمهورهای مختلف میان، از چپ یعنی سوسیالیست تا راست جمهوری خواه، اینا میان در اون کارزار انتخاباتیشون مثل همه رئیس جمهورها میان قولهای زیادی میدن به مردم، ولی بعد در کوران یعنی در جریان قدرتشون به هر حال هیچ کدوم از این، نمیشه گفت هیچ کدوم، ولی واقعا بسیاری از این قولها رو عملی نمیکنن. خب مردم منتظرن که ببینن مثلا آقای مکرون یک رئیس جمهوره که وابسته به هیچ حزبی نبود، خودش اولم گفت من وابسته به هیچ حزبی نیستم، نه چپ نه راست، و افراد مختلفی رو هم از نگاه های مختلف یا جناح های مختلف سیاسی آورد توی حزبش، یعنی یک اختلاط جدید به وجود آورد. اما همین ها نتونستن که جواب مردم بدن. ببینید الان حقوق حداقل مردم 1100 تا 1300، این برای یک زندگی فقیرانه هم کافی نیست در فرانسه که قیمت ها رفته بالا. بعدم بازنشسته ها فقط امیدشون به همین پولی هست که میگیرن هر ماه و بعد اونها نمیتونن واقعا اون زندگی به حال بخور و نمیری همطور که توی فارسی میگن داشته باشن. همه اینها جمع شده و این تظاهرات وقتی که از 4 هفته پیش شروع شد، خیلی از این آدمها هم به اینا پیوستن. امروز من یه سر خودم رفته بودم به شانزلیزه، اونجا نگاه میکردم، واقعا مثلا همه بافتا هستن، آدمایی هستن که پیرن، آدمای بسیار جوان هستن، اینا همه منتظرن که بالاخره یه جواب کافی داده بشه از طرف دولت به اونا، ولی هنوز پاسخ صحیحی داده نشده. آقای مکرون 1-2 سخنرانی کرده، همین جمعه شب گذشته نخست وزیری با چند تن از نمایندگان همین جلیقه زرد ها دیدار کرد، اونها قول دادن که خشونت نمی کنن و واقعا امروز در شانزلیزه که نزدیک 2000 نفر اومدن تظاهرات آروم هست، اونها خواسته هاشون رو میگن، روی پارچه نوشته ها آوردن، و ولی باید حالا دولت پاسخ بده. یعنی واقعا روز دوشنبه که
این تعطیلات تموم بشه بله. نخست وزیری باید پاسخ باشه. خیلی ممنونم از شما ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار در پاریس. در خبری از ایران، اجساد سوخته رحیم ذبیحی، فیلمساز بانه‌ای و برادرش کیوان در خودروی شخصی آنها پیدا شده. رسانه‌های ایران می‌گویند خودروی برادران ذبیحی به دلیلی نامعلوم از جاده منحرف شده و به دره سقوط کرده و بعد آتش گرفته. اما عده‌ای از شاهدان محلی گفتند دست این دو نفر بسته بوده و برخی هم گفتند سرنشینان بر روی صندلی عقب خودرو بودند. فیلم‌های رحیم ذبیحی که بیشتر آنها به خشونت علیه زنان و کودکان و قربانیان جنگ می‌پردازند، بارها در جشنواره‌های داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته بود. منابع طالبان به بی بی سی گفتند هیئت مذاکره کننده این گروه با مقام‌های آمریکایی بر سر آزادی زندانیان طالبان به توافق نزدیک شدند. به گفته یکی از این منابع، او موضوع مبادله زندانیان دو طرف جنگ افغانستان چند روز پیش در گفتگوی شیر محمد عباس استانکزی، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان مطرح شده. خبرنگار ما علی حسینی از کابل با ماست. علی، لطفاً بیشتر بهمون در مورد جزئیات این موضوع بگو. دو منبع طالبان که یکی از آنها در بخش امور زندانیان این گروه فعال است با بی بی سی صحبت کردند و یکی از آنها گفته که توافق و نزدیک شدن به توافق رهایی زندانیان دو طرف جنگ افغانستان، هم زندانیانی که حکومت افغانستان در نزد طالبان دارد و هم زندانیانی که طالبان در نزد حکومت افغانستان دارد، به خاطر اعتماد سازی برای آغاز و مذاکرات صلح صورت گرفته. در حال حاضر گفته میشه حدود 3000 طالب در 3000 نیروی حکومتی و که از حکومت افغانستان حمایت میکنن در پیش طالبان زندانی است و عدد دوربر 10000 طالب هم در زندانهای حکومت افغانستان بسر میبرند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان گروه طالبان این موضوع را رد یا تایید نکرده. حکومت افغانستان اما گفته که اظهار نظر درباره این موضوع رفت پیدا میکنه به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. همونطور که گفتی، مذاکرات برای رهایی زندانیان در گفتگوی طالبان و زلمه خلیلزاد هم ادامه داره در اسلام آباد، که گویا مذاکرات نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات در منطقه ادامه داره. بله، تقریبا حالا میشه گفت که سومین سفر آقای زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح در افغانستان، جریان داره. این سفر گفته شده که 18 روز به طول میکشه. آقای خلیلزاد در این سفر به پاکستان، افغانستان، ازبکستان و روسیه سفر کرده و قرار است به چند کشور دیگر از جمله بلژیم و قطر و امارات متحده عربی هم سفر کنه. و موضوع اصلی این سفرها گویا گفته شده که ای است که این کشورها از به حضور و طالبان را تشویق کنند و بخواهند که به پای مذاکرات صلح بنشینند. سفرهای آقای خلیلزاد در طی 2-3 ماه اخیر به پیشینه بوده و کمتر میتوان گفت که نمایندگان طالبان، نمایندگان آمریکا با صحبت‌های رسمی که با مقام‌های و نمایندگان طالبان داشتند وارد مرحله تازه‌ای از گفتگوها و مذاکرات صلح در رابطه با افغانستان شدند. متشکرم از تو علی حسینی در کابل. مقام‌های ایران در مورد تبعات فعالیت‌های آمریکا در منطقه و تحریم‌ها علیه ایران هشدار دادند. رئیس جمهوری ایران گفته تحریم‌ها می‌تواند بر توانایی ایران در مبارزه با ترانزیت مواد مخدر و جلوگیری از سرازیر شدن سیل پناهجویان به سوی غرب اثر منفی بگذارد. وزیر امور خارجه ایران هم گفته آمریکا در فروش سلاح به کشورهای منطقه مسئولانه عمل نمی‌کند. محمد امینی گزارش می‌دهد. دومین اجلاسی است که در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم تهران میزبان نشست رؤسای مجالس 6 کشور. هدف کنفرانس مبارزه با تروریسم و افزایش همکاری و توسعه عنوان شد. اما مقامات ایرانی از این کنفرانس برای انتقاد از سیاست‌های دولت آمریکا به ویژه در حوزه تحریم‌های ایران استفاده کردند. کشوری که جنگی تجاری با چین به راه انداخته، به پاکستان طعنه میزند، افغانستان را تحقیر میکند، ترکیه را تنبیه میکند، روسیه را تهدید میکند و ایران را تحریم میکند،
متهم ردیف اول در شکستن پیوند هاست. اما شاید مهمترین قسمت حرفهای رئیس جمهوری ایران آن بخشی بود که آمریکا و تحریم کنندگان ایران را به توجه به پیامدهای این تحریم‌ها در حوزه شکستن سد ایران در برابر سیل مواد مخدر، ترور و آوارگان به سمت کشورهای غربی دعوت کرد. به تحریم کنندگان هشدار می‌دهم اگر توانایی‌های ما در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم در خاستگاه آنها ضربه‌ای ببیند، شما نخواهید توانست از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان، بمب‌ها و ترورها به سلامت خارج شوید. با تضعیف ایران از راه تحریم خیلی‌ها در امان نخواهند ماند. حسن روحانی با اشاره به ترورها و بمب‌گذاری‌های سال 1360 در ایران از کشورهای غربی انتقاد کرد که از عوامل و سازمان‌های عامل آن حملات حمایت می‌کنند. آدرسی که به سازمان مجاهدین خلق و رفتار کشورهای غربی در مقابل آن می‌رسید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفت که آمریکایی‌ها با تبدیل منطقه به یک انبار اسلحه عملاً به تنش‌ها دامن می‌زنند. اشاره‌ای به فروش صدها میلیارد دلار اسلحه آمریکایی به عربستان سعودی، معاملاتی که برای شخص دونالد ترامپ آنقدر مهم بوده که در تحولات اخیر در رابطه با ولیعهد عربستان سعودی در ماجرای قتل جمال خاشقجی هم به این خریدهای میلیاردی ریاض آدرس می‌داد. محمد امینی، بی بی سی. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، با ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای مهدوی آزاد، آیا در صحبت‌های آقای روحانی لحن تهدید می‌بینیم؟ ببینید، از همین یک سال پیش اسفند ماه که این اجلاس اول در اسلام‌آباد برگزار شد، قرار بود موضوع اجلاس، موضوع اصلی اجلاس، مسئله پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشه. خب ایران نتونست کنوانسیون پالرمو و سی اف تی رو در واقع به نتیجه برسونه، بنابراین از نظر تکنیکی ایران حرفی نداشت. اما این اجلاس یک موفقیت خیلی بزرگ بود برای دستگاه سیاست خارجی ایران. شما به وضوح میتونستید خوشحالی رو امروز در صورت علی لاریجانی، مقامات وزارت خارجه و حسن روحانی ببینید. برای این قبل از اینکه مسئله تهدید باشه، که البته مسئله تهدید بود، آقای روحانی تهدید جدی مطرح کرد، مسئله اعتماد به نفس بود. ما اعتماد به نفس در صحبت های آقای روحانی میدیدیم. سلسله موفقیت هایی که در دو سه هفته ظاهرا داشتن، از عقب نشینی آمریکا در حوزه چابهار گرفته تا کنترل قیمت دلار، اینکه کانال مالی اروپا بالاخره به گفته رئیس کل بانک مرکزی ظاهرا راه افتاده، تحولات مثبتی که بوده ظاهرا اعتماد به نفس داده به دولت جمهوری اسلامی و در واقع حکومت بعد از 7-8 ماه سردرگمی داره یه جوری خودش رو پیدا می‌کنه. خود این اجلاس رو چطور شما مثبت ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، اجلاس اهمیت بسیار زیادی داشت به این خاطر که در واقع هر 6 کشور عضو پیمان شانگهای هستند. زمانی که اجلاس قرار شد اولین بار سال گذشته در اسلام آباد برگزار شد، به ابتکار اسلام آباد، زمانی بود که ژنرال‌های پاکستان تحت فشار دونالد ترامپ بودند. همان زمان روسیه هم با آمریکا مشکل داشت، چین هم مشکل جدی داشت، در آستانه جنگ اقتصادی بود و آقای اردوغان در ترکیه هم رابطه بسیار بحرانی داشت و ایران خب تکلیفش روشن بود، هرچند هنوز 2-3 ماه مونده بود به اینکه آمریکا از برجام خارج بشه. برای این اساساً این اعضای عضو پیمان شانگهای در اون مقطع دور هم جمع شدن تا یک نظم جدید در خاورمیانه فراتر از آمریکا ایجاد کنن. امروز آقای روحانی هم گفت که خودمون رو برای دوران پسا آمریکا آماده کنیم، نشانه از همون اعتماد به نفسی که ظاهرا یکی دو هفته از مقامات ایرانی پیدا کردن. فکر می‌کنم این اجلاس برای ایران موفقیت آمیزه، اما به هر حال اغراق هم نباید بکنیم. همین در واقع چین که با ایران دست دوستی میده، تا یک سال پیش اجازه نمیداد ایران عضو شانگهای باشه. همین روسیه الان یکی از بزرگترین برندگان تحریم ایران هست. برای من اغراق حاد نباید در موردش داشته باشه. فارغ از لحن آقای روحانی، صحبت‌های او در مورد نقش ایران در تامین امنیت چه منطقه و فراتر از اون فکر می‌کنید تا چه حد صحت داره؟ ببینید، حرفایی که آقای روحانی زد در مورد مواد مخدر تهدید کرد، عملا او آمریکا رو نه، اروپا رو تهدید کرد به سیل مواد مخدر، سیل در واقع مهاجران و تروریسم. ما قبلا در خاورمیانه شنیده بودیم این روی غیر انسانی خاورمیانه است. اگه خاطرتون باشه سال 95 اردوغان هم که با اروپایی‌ها مشکل پیدا کرد، گفت من درها رو مهاجران باز می‌کنم، 3 میلیون مهاجر وارد اروپا خواهد شد. همین تیر ماه امسال، دهم تیر ماه، آقای رحمانی فضلی وزیر کشور دوباره عین همین تهدید رو مطرح کرد. گفت من 24 ساعت اگر چشمم رو ببندم،
1,000,000 پناهنده و 2,000 تن مواد مخدر وارد اروپا خواهد شد. برای این سویه تهدید رو ما قبلا دیده بودیم، همون روی دیگر سکه بستن تنگه هرمز از همون آقای روحانی که میگه تنگه هرمز رو می‌بندیم، حالا داره با این سه تا ابزار، با این سه تا کارت بازی اروپا رو تهدید می‌کنه. متأسفانه نکته دیگری که وجود داره این هست که ابعاد انسانی هم داره. واقعیت این هست که اگر این تحریم‌ها به جمهوری اسلامی فشار حاد بیاره، بخشی از توان نظامی ایران و دفاعی ایران بیش از گذشته مشغول مسائل امنیتی خواهد شد. طبیعی است که حوزه قدرت ایران، مخصوصا مسئله برخورد با مواد مخدر که بسیار پرهزینه است برای جمهوری اسلامی، تضعیف خواهد شد و این تاثیرات ثانویه خواهد داشت. بنابراین بستگی به ما داره که چجوری میخوایم حسن روحانی رو نگاه کنیم. میتونیم این رو روی دیگر سکه مبارزه در واقع بستن تنگه هرمز ببینیم، میتونیم روی واقعی از یک پدیده انسانی که ممکن است اتفاق بیفته. این اتفاق از نظر علمی روی کاغذ واقعا افتادنی است. بله. و واقعا اروپا از این مسئله میترسه و نگران است. متشکرم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. کابینه افغانستان طرح تازه امتحان کنکور را تصویب کرده که بر اساس آن 25% فرصت‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها به داوطلبان ولایت‌های کمتر توسعه یافته اختصاص داده می‌شود. مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌گویند این طرح با هدف توسعه متوازن تحصیلات عالی و آموزش نیروهای متخصص محلی ارائه شده. نسرین نوا خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد. نشست مطبوعاتی وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف درباره طرح بدیل رقابت در امتحان کنکور. دو وزارت امروز اعلام کردند که این طرح جدید زمینه ادامه تحصیل باشندگان مناطق کمتر توسعه یافته را فراهم می‌کند. گویا سهمیه بندی میشه ولایت‌ها و از مجموع ولایت‌ها به اساس تکاثف نفوذ تعداد گرفته میشه و به پوانتونا معرفی میشه. این کاملا منتفی است. این یک طرح است که طرح همه جانبه است. هیچ ولایت از این گپ استثنا نیست، بازم تاکید میکنم هیچ فرد از این مستثنا نمیشه. حق هیچ کس در او 75% رقابت از بین نمیره. به اساس این طرح امتحان کنکور به دو دسته سراسری و حوزه‌ای تقسیم شده. داوطلبان دو گزینه دارند. آنها می توانند در امتحان سراسری کنکور شرکت کنند که سهمیه آن 75% فرصت‌های تحصیلی در دانشگاه هاست، و یا در یکی از 8 حوزه امتحانی فقط با داوطلبین همان حوزه در کنکور رقابت کنند. فرصت‌های تحصیل در این بخش فقط 25% است. با قلم به رقابت می‌روند. کلاس 400 نفری آمادگی کنکور در غرب کابل. از ولایات به مرکز آمدند تا به دانشگاه بروند. آزمون بزرگی پیش رو دارند. کنکور. برای نشستن روی صندلی این کلاس هر دانش آموز مکلف هست که چیزی نزدیک $200 هزینه بکنه. حالا خرج و مصرف های جانبی زندگی در کابل هم به یک طرف. در حالی که تمام این دانش آموزان از ولایت دوردستی آمدن که همواره با مشکلات اقتصادی یا ناامنی دست و پنجه نرم میکنن. میدانید که در ولایات امکانات آموزشی کم است و ناامنی زیاد. اینجا آمدم تا برای کنکور آماده شوم. در منطقه ما دکتر متخصص کم است و مردم برای درمان به کابل می آیند. به خاطر همین درس می خوانم تا دکتر شوم. من همزمان درس می خوانم و کار می کنم تا مصارف درسم را بپردازم. مردم در ولایات مشکلات اقتصادی و امنیتی دارند. اما ما می خواهیم درس بخوانیم و کسی شویم. وزارت تحصیلات عالی میگوید دانشکده‌های پزشکی، مهندسی، اقتصاد، حقوق و زراعت رشته‌های تحصیلی لازم برای توسعه است که مورد نیاز ولایت‌های کمتر توسعه یافته شناخته شده. ولایت‌هایی که کمتر در آن پیشرفتی دیده می‌شود. حکومت میگوید با این طرح تازه کنکور می‌خواهد کمبود متخصص در ولایات را جبران کند. نبود متخصص در شماری از ولایت‌های افغانستان مشکل عمده‌ای به شمار می‌رود. به طور مثال در ولایت پکتیکا تنها یک دکتر زن حضور داشت که او هم این ولایت را ترک کرد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. مرگ یا آزادی، هر دو بهتر از ماندن در این قفس است. این گفته یکی از هزاران نفری است که در اردوگاه پناهجویان در صربستان گیر افتادند و امیدوارند خودشان را به اتحادیه اروپا برسانند. به گفته مقام های صربستان در سال جاری میلادی
یعنی تقریباً 11 ماه گذشته 27 هزار ایرانی وارد این کشور شدند. بر اساس آمار غیررسمی 10 هزار نفر از آنها به ایران برنگشتند. به همین دلیل در مهر ماه صربستان معافیت ویزا برای ایرانیان را لغو کرد. رانا رحیم‌پور به بلگراد پایتخت صربستان رفت و با بعضی از پناهجویان ایرانی گفتگو کرد. رو در روی مرگ آویزان زیر کامیون در راه صربستان به کرواسی. پناهجویان به این کار میگویند گیم زدن یا بازی. قماری که بازنده گاهی جانش را میبازد. هفته پیش پدرام 40 ساله بعد از بیش از 2 سال تلاش و ده ها بار گیم زدن در جنگلی در مرز کرواسی از سرما یخ زد. مسیری پرخطر که ایرانیان بیش از پیش به آن پا می‌گذارند. این مرد می‌گوید فعال سیاسی کرد است و در ایران جانش در خطر. به دلایل سیاسی مایل است چهره‌اش دیده نشود و با نام مستعار علی گفتگو می‌کند. علی تقریباً 2 ماه پیش خودش را به بلگراد رساند و از اینجا با قاچاقبر به بوسنی رفت. آنجا اما گیر افتاد. پلیس 4 بار منو گرفت. هم گوشی هم پول ما را از ما گرفت. برگشتیم دیگه لب آب دوباره 100 یورو دادیم ما را بردن اون بالا با قایق. خب بعد از اینکه از بوسنی براتون گردوندن شما برگشتیم اینجا، این چند روز چیکار کردیم؟ مجبور شدیم تو این خرابات بخوابیم شب و تا صبح. تقریبا خواب نبود دیگه، همینطوری میشستیم دیگه. حالا تو این سرما آدم خوابش نمیبره. علی هم مانند پدرام دوباره میخواهد به دل جاده بزند. کامیون درسته؟ بله. همون 3000 تاست؟ آره همونه. باشه، دست بدر نکن. ایرانیان زیادی در مدت کوتاهی که ورود به صربستان آزاد بود به این کشور آمدند. به گفته مقامات صربستان در سال جاری میلادی حدود 27 هزار ایرانی وارد این کشور شدند. بر اساس آمار غیررسمی 10 هزار نفرشان به ایران برنگشتند. موضوعی که باعث شد در مهر ماه صربستان معافیت ویزا برای ایرانیان را لغو کند. به دلیل سرمای زمستان مراجعان مرکز پذیرش پناهجو افزایش یافته. پناهجوهایی که میرسن و موفق نمیشن خیلی راه‌های مختلف رو امتحان میکنن از تمام مرزهای بالکان، یعنی تلاش میکنن از مسیر بوسنی، از مسیر کرواسی، از مسیر حتی مجارستان و رومانی، همه این راه‌ها رو امتحان میکنن و زمانی پیش ما میان که مسترسل شدن و خسته شدن و راه برگشت و راه پیش رو ندارن. این رفت و برگشت ها کم هزینه نیست. سمیه که نام مستعار این زن است با شوهر و 2 بچه‌اش بیش از 2 سال است که در راهند. تا رسیدن به اینجا 20 هزار یورو خرج کردند و پول زیادی باقی نمانده. سمیه میگوید به دلایل امنیتی راه برگشت به ایران بسته است. رنده که دوست نداره تو این قفس بمونه یا تو محیطی که دوست نداره خودشو انقدر میزنه به قفس تا میمیره. هر باری که گیم میرفتم میگفتم یا میرسم یا میمیرم، بهتر از این که اینجا بمونم و داغون بشیم. کابوس کودکانی که سهمشان از کودکی بازیست گاهی با جان. رنا رحیم‌پور، بی بی سی. نسخه طولانی تر گزارش رعنا رو به همراه گفتگو با کارشناسان در مورد موضوع مهاجرت ایرانیان در برنامه 60 دقیقه امشب ما ببینید. و موضوع برنامه امروز هشتگ شما، رضایت در زندگی است. در این برنامه در مورد مؤلفه هایی که باعث میشن از زندگیتون راضی باشید صحبت میکنیم. شما هم در برنامه امروز هشتگ شما شرکت کنید، در مورد خوشی ها و حسرت های زندگیتون بگید. آیا از زندگی راضی هستید؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راههایی که الان روی صفحه تلویزیون میبینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. تا دقایق دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهیم بود.